بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه مایکروسافت اکسل. تاب دیتا گروپ آخری آوتلاین کمانده افل برنامه گروپ هستن. اگر خواسته باشیم تیبلا را و یا روح‌ها یا کلام‌های مشخص گروپ بسازیم، وظیفه گروپ هستن. مثال ID, name, job, ID number, name, وظیفیشون، ID number بعدی نام وظیفیشون، ID number بعدی name و وظیفیشون. این جدول ما هست. ما میخوایم که این جدول به اساس کلام ها گروپ بسازیم. پس میایم به گروپ کلیک میکنیم. اینجا میگن گروپ میسازیم به اساس رو یا به اساس کلام. به اساس کلام میخوایم گروپ شو. اگر فعلا نیاز نیست که این جدول رو ببینیم، به این بتن منفی کلیک میکنیم، اتومات تیبل پنهان میسازه و تیبل نشان نمیده. اگر تیبل دیگه دارین و تیبل بعدی را همچنان گروپ میسازین، پس مین از گروپ استفاده میکنین و تیبل ها را هر زمانی که خواسته باشین کلام هایشان یا به اساس روها جمع کنین، باز کنین، وظیفه گروپ هستن. نه ما این را انگروپ میگیم و بعدا به اساس کلام گروپ ساخته بودیم. انگروپ میگیم به اساس کلام. دوباره میگیم گروپ میگیم برش میگیم به اساس رو گروپ شد. اگر فعلا ضرورت نیست که تیبل ها ببینیم، ان گروپ میگین. فرض کنین این جدول دیگه ما هستن، این همچنان گروپ میسازیم به اساس رو. حالا اگر به تیبل ضرورت باشه کلیک میکنیم، تیبل ها رو برای ما باز میکنن. اگر میخوایی که این گروپ نشون، باز میگیم ان گروپ، به اساس رو این که ما گروپ ساخته بودیم دوباره از حالت گروپ خارج میسازیم. ان گروپ شود به اساس رو. خب جدوله را که چقدر گروپ ساختین انتخاب ان گروپ میگیم. اینه در یک شید اگر چندین تیبل باشه و تیبل ها را مشخص گروپ بسازیم که تا هر تیبل مشخص گروپ شود، باز میان از گروپ استفاده میکنیم. در گروپ بعد از گروپ نوشه هستن اوت اوتلاین. مثال در این تیبل ما داریم سالری، مثال بونس، سپند، توتال، تاکس، نت پیت. خب سالری مثال 12,000، بونس 1,000، مصارفات 500، توتال مساوی سالری جمع بونس مثال منف سپند، مثال 200 تکسشان، نت پیت مساوی توتال منف تکس. این تیبل اگر ما فعلا ببینیم، این تیبل بسیار بزرگ هستن. ما میخواییم این تیبل هم تو فشرده باید ببینیم. این ضرورت نیست که این تیبل هم اونقدر بزرگ باید ببینیم. خب باید هم اون موقعته که فنکشن استفاده شده یا فرمول اما موقع در نشان بده دیگه ضرورت نیست. باز میگیم در دیتا در گروپ اوت اوتلاین میگیم از سالری تا و توتال فرمول استفاده شده. نیاز نیست که قیمت های فرعی را ببینیم. از توتال تا و نت پیت فرمول استفاده شده. میخوایم که فقط فشرده نتیجه را ببینیم. اینی نت پیت هست، پوله که باید به اینی کارمنده پرداخته شد. اگر نیاز به جزیات هست که جزیات قیمت های فرعی این جایی که ما فعلا هستیم ببینیم، به بتن مثبت کلیک میکنیم. کسی میگه که اینی نت پیت از کجا باید استامده؟ میگه از خب اینجا توتال است و تکس است نت پیت. خب اینجا 200 تکس هستن، در نت پیت از توتال اینی تکس منفی شده. اینی توتال از بودم قیمت ها اینجا توتال شده. پس اینجا کلیک میکنیم توتال هم نشان میده.
در بسیاری از سازمان ها تیبلا بسیار بزرگ می باشند. خب چندین کالم شما در یک جا در فرمول می خواهیم که اونا را استفاده کنیم، بعدا نیاز نیستن که اون قیمت هایی که در فرمول استفاده شده شما او را ببینید. کالمی که معمولا اونجا نتیجه هست و ریزلت هست که به اساس فرمول یا فنکشن به وجود آمده باید دیده شد. در این حالت ما باید از اوت آوتلاین استفاده کنیم. اگر نیاز نیست باز می این دهن گروپ نوشه هستن کلیر آوتلاین، همی آوتلاین استفاده شده را کلیر میکنه. متوجه باشین که چندین کالمی که در یک فرمول استفاده شده باشه آوتلاین کار میکنه، غیر از او آوتلاین هیچ معنی نداره و استفاده همچنان نمیشه. درس آخری گروپ آوتلاین در تاب دیتا سب توتال هستن. اگر خواسته باشین به شکلی کویکلی روهای مشخص کالکولیتید کنین، عملیه را انجام بدین، وظیفه سب توتال هست. اگر میخواین مجموعی قیمتای فرعی و اصلی یک تیبل داشته باشین از سب توتال میتونین استفاده کنین. می یک مثال برتان کار میکنم، خب اینجا هم میتونیم مثال کار کنیم. انتخاب اول میم از به اساس جاب ای تیبل ما سورت میکنم. به اساس جاب تیبل چی کردیم؟ سورت گفتیم. با سمومی تیبل انتخاب برن به سب توتال کلک میکنیم. در سب توتال زمانی کلک کردیم اینجا میگه به اساس کدام کالم شما میخواین که فنکشن بعدن استفاده کنیم. مثال به اساس جاب، روهای جاب چی فنکشن میخوای استفاده کنی؟ سم شما بله، کدام قیمتش نیت پی تکس چی؟ برش میگیم سالریشان بونس توتال سپین تکس، این قیمت رو مکمل اینجا بر ما سم کنه. حال توتال انجینر ها را سالریشان بونسشان مصرفشان مجموعی تا به مصرف تکسشان و نیت پیلشان، به همین شکل راپور هلپرها را جدا نشان میدن، راپور آیتی را جدا نشان میدن و راپور تمامی تیبل که او را گرم توتال میگن جدا نشان میدن. اگر میخوای فنکشن دیگر هم استفاده کنی سب توتال، این آپشن ریپلیس اگر فال میکنی، اگر ریپلیس فال باشه باز فنکشن بعدی جایگزین سم میشه و سم فنکشن از تیبل دور میشه. نه ما میخوایم که کاونت هم شود، باز ریپلیس غیر فال میسازیم کاونت اوکی. حال کاونت هم میکنه که هلپرا چند نفر هستن، انجینر چند نفر هستن، آیتی چند نفر هستن، گراند توتلز یعنی گراند کاونت مجموعی تعداد کارمندا چقدر بونس گرفتن. اگر دیسل ها قیمت ها نباشه اوتومات اینجا کاونت میکنه. اگر فنکشن دیگه رو هم میخواییم یا اپشن ریپلیس خود غیر فال است، می این باز فنکشن بعدی رو استفاده میکنیم. من یک مثال داشتی بعدی کار میکنم، می این به پیجلیر جهت از طرف راست به طرف چپ انتخاب میکنیم، به خاطر از اینکه ما میخواییم به زبان دری یا پشتو تیبل رو تایپ کنیم. نوشته می کنیم نمبر نام فرض کنین کسایی که اتاقداری می کنن مصارف دارن، هر کسی نوبت دارن به اساس نوبت مصرف می کنن. یک تیبل بسیار ساده را کار می کنیم، شماره باشه، اسم باشه، بعدن موضوع بعدی که ضرورت هستن نام تاریخ و مصرف روزمره. این یک و دو عدد مسلسل است. نام مثال احمد در تاریخ 1399، نه برش میگیم
5 1 2020 مصرف روزمریشون خب 340 افغانی دمی روز مصرف شد. شماره بعدی علی پنج دو دو هزار و بیست خب مصرفشان 245 خواهیم. شماره سوم وحید 5/3/2020 403 افغانی مصرف کرد. خب به خاطر مثال ممی لیست یکم بیشتر میسازیم. تا اینجا بیشتر ساختیم. اینی مصارفات هست که اینی اشخاص انجام دادن. میم به اساس اینا هم تیبل از سورت میکنیم. در دیتا سورت شود A to Z. بعد این جدول انتخاب در سب توتال کلیک میکنیم. برش میگیم به اساس نام همین مصرف روزمره را چی کنه؟ سم کنه. یکی احمد چقدر مجموعه مصرف کرده؟ علی چقدر مصرف کرده؟ و وحید چقدر مصرف کرده؟ مجموع چقدر مصارف شده؟ مکمل برای ما لیست میکنه. خب اینی رو را انتخاب میکنیم، کنترول میگیریم، اینی رو را هم انتخاب میکنیم، اینی رو را هم انتخاب میکنم، اینی رو را هم انتخاب میکنم. بعدا در تابو هم از فرمت استفاده میکنم. اینی فرمت داشته باشه، بولد همچنان باشه. خب اینی بگراندش نمیترسه ایست ساده. مجموع مصارفات احمد، مجموع مصارفات علی، مجموع مصارفات وحید و مجموع مصارفات تمامی امی مایی که اینها بودن. اگر خواسته باشیم کاونت هم شود در تاب دیتا هم یعنی کیها چقدر نوبت پیش بردن، این اپشن ریپلیس گفتیم غیر فال میسازیم. اگر این اپشن ریپلیس غیر فال باشه باز این فانکشن اپدیت میشه. احمد 5 روز مثال نوکری وال بوده، علی 5 روز، وحید 4 روز. مجموع این راپور مجموع راپور 14 روز هست. اگر باز خواسته باشی که اگر خواسته باشیم مصارفات هر شخص رو بفهمیم که چقدر مصرف کرده، خب این سل انتخاب البته کیها باقی هستن چقدر، این سهار انتخاب نمیشه میکنیم حد اوسط مصارف. در حد اوسط مصارف این سل انتخاب میکنم، مرج میسازم، باید از فانکشن استفاده کنیم مساوی اوریج قوس باز، یا میتونیم بسیار ساده بگویم مساوی این گراند توتال کس تقسیم چند نفر است؟ 3 نفر. حد اوسط مصارف اینی مصارفات هستن. پس چطور میتونیم مصرف کسایی که باقی داری هستن اون باقیشون مشخص شد؟ وحید اینی خواه مصرف کردن، پس اینجا باید بگویم مساوی مساوی از اینی قیمت منفی اینی قیمت شد. ۳۴۴ افغانی اینی بیشتر مصرف کرده. اینجا میم برش میگیم مساوی از اینی قیمت منفی اینی قیمت شد. اینی شخص اینی قدر باقی هستن. مساوی از اینی اوسط اینی مصرف منفی شد. ۱۲۹ افغانی، ۲۱۴ افغانی، اینی ۱۲۹ افغانی باید احمد به اینی شخصی که به نام وحید است
بیشتر مصرف کرده باید پرداخت کنه و 214 افغانی باید علی به این وحید پرداخت کنه، از اینکه 344 افغانی وحید بیشتر از علی و احمد مصرف کرده. و شما در دیتا از سب توتال استفاده کردیم و مجموعی فرعی و کلی رو برای ما نشان داد. خب در سب توتال اینجا میگن پیج بریک بیتوین گروپس، اگر هر گروپ شما بریک میسازین، بریک باز به خاطر پرینت جدا جدا پرینت میکنه، اون موقعات را بریک میسازه، اگر ما پرینت میگیم باز هر گروپ جدا جدا چاپ میشه. هدف از بریکشان همین هست. نمیخواییم باز میتونیم که اپشن غیری فال بسازیم. این اپشنی آخری زمانی فال میشه که ریپلیس فال باشه. اگر خواسته باشیم که فنکشن سم استفاده شد اما سمریشان بلو دیتا یا نی، ای اپشن اگر فال غیری فال شد بازمی سمری یا نتیجه سب توتال به طرف بالای ریکارد ها یا روحا نشان میده. فعلا ببینیم از بالا را پر نشان داد. گراند توتال مجموعی سالری، معاشات انجینیر، معاشات هیلپر. اصلا ریکاردها هیلپر خود اینجا هست با این هستن، اما به طرف بالای ریکاردهای هیلپر راپورشان همچنان نشان میده. اگر بیم در سب توتال و بعدا برش بگیم که نه، به طرف پایین بشه سمریشن اپشن فال میسازیم، و اگر نمیخویم ریموف آل همین سب توتال که ما استفاده کردیم ریموف میکنه. اگر میخویم لیست جمع بسازیم، اینجا بتن کلپس هستن، اینجا میگن که شو دیتیل یا های دیتیل. دیتیل همون جزئیات تیبل را نشان بده یا نشان نده. بحث تاب دیتا تاب بعدی را که ما بحث میکنیم تاب ریویو هستن. البته یک تابه که معمولا بسیاری از کمرها تکراری هست و ما شما تاب ریویو همچنان بحث میکنیم. در تاب ریویو گروپ اول پروفینگ، در پروفینگ کماند اول سپلینگ هستن. در ورد ما شما سپلینگ هم گرامر داشتیم، بخاطر از اینکه اونجا موضوع پاراگراف بود، اما در اکسل موضوع پاراگراف نیستن، تنها سپلینگ است. اگر از لحاظ سپلینگ ما جای اشتباه کرده باشیم، بخاطر چکشن از سپلینگ استفاده میکنیم. شاتکت سپلینگ F7 هستن یا F7 هستن. میگه خب اینی ای اینجی را که شما نوشته کردین not in dictionary، در دیکشنری وجود نداره، در دیکشنری اکسل وجود نداره، در دیکشنری نیستن. خب پیشنهاده که به اساس این لغت میکنه انجینیر dot باید نوشته شد. میخوای که چنج کنی اگنور میساز، اگنور all add to dictionary. ما میگیم که همین انجینیر باید در دیکشنری اضافه شد. خب اینجا اینی دیر اگه ما اضافه کردیم میبینیم میگه اینها دیگه اگنور آل میگیم، از اینها تمامیشان صرف نظر کنه. باز این نت پید باید این تو سپیس داده شود، چنجش میکنیم، نت پید هم چنج شود که یک سپیس همچنان باشه، بخاطر چک سپلینگ سلهای شیت ما از سپلینگ باید استفاده کنیم. شارکرشان F7 هستن. بعد سپلینگ درس بعدی ما تیزورز هستن یا تیزورز هست، بخاطر آوردن لغت های خانه لغت سل موجوده وظیفه تیزورز هستن. سیلینیم یا لغت هایی که با همو لغت همچنان معمولا معناهایشان هست و معناهای امی لغت موجوده را به زبان خواسته باشین پیدا کنین، وظیفه تیزورز هست و از تیزورز میتونین که مترادفشان هم مشخص بسازین. کم ببینید در سلری برای ما لغت هایی که هم خان هستن برای ما لیست کرد. سمارت لکب، اولین که باید ما اینترنت داشته باشیم. اگر اینترنت داشته باشیم بخاطر معلومات تصویری و متنی یک لغت و یک سل مشخص، ریتا یک سل مشخص هم میتونید که سمارت لاکاپ استفاده کنید. مثال سلری رو درست نفهمیدین، امی که سمارت لاکاپ بگیم بعدا معلومات تصویری و متنی سلری رو بر ما نشان میده که سلری یعنی چی، هم تعریف و تشریح میکنه و هم تصویرشان رو بر ما باز میکنه. بعد سمارت لاکاپ نمیشه هستن ترانسلیت. اگر شما میخواین لغت های سلها را یا دیتا های سلها را به دیگه زبان ها معنا کنین، بس مین از ترانزلیت استفاده می کنین. با ترانزلیت زمانی کلیک کردین، خب اینجا یک مسیج دیگه نتن، یک مسیج هست که برای ما می
خب ترانسلیت چه همین لغت ها به دیگه زبان ها اینجا ترانسلیت میکنن. زبان فرانسوی، زبان اسپانیوی بدون اینترنت معمولا یک چند فیصد کار میکنه. اگر خواسته باشیم به زبان های پرژن و به زبان های دری و به زبان های پشتو ترانسلیت کنیم باید نت داشته باشیم. البته ما در ورد برتون ترانسلیت کار کردیم، عین کار هست که ما شما در ورد انجام دادیم، اینه به فرانسوی اینجا سلری رو برای ما ترانسلیت کرد. اگر ما خواسته باشیم به زبان دری ترانسلیت کنیم باید اینترنت داشته باشیم. بعد از ترانسلیت گروپ بعدی کامنت هستن، نوشته هستن نیو کامنت. اگر شما میخواین به سر مشخص کامنت اضافه کنیم مسیج نوت نوشته کنیم وزیفی کامنت هست. کامنت البته در اکسل زیاد استفاده میشه، در بسیل ها بعض مواردی هست که باید در کامنت بی نویسیم. شفت اف دو شادکتشان هست، اینجا میتونیم کامنت رو بنویسیم. مثال نویشه میکنم لاست نیم احمدی، این کامنت هست ما نویشه کردیم. اینجا نویشه میکنیم کامنت نیو کامنت، کامنت ما مثال نویشه میکنیم اند درایور. کامنت ها موضوع را برای ما یک کمک متوجه میسازه. بعضی وقت شما یک مورد را میخواین که باید داشته باشین در ذهنتان، در آینده باید دور داشته باشین، فراموشتان میشه. کامنت شما را کمک میکنه که از طریق کامنت بعدا کامنت را که استفاده کردیم و بعدا ضرورت هست باید ببینیم. حالا ورق های نوتس بسیاری از دفترها هست، این ورق هایی که هستن بخاطر چی هست که یک موضوعی که عاجل هست اینجا نوشته میکنه که بعدا باز فراموشش نشه، از این نوت میتونه که باز بعدا به این فکر کنه. کامنت هم به همین شکل هستن. نیکس پریویو، ما را به کامنت قبلی بعدی انتقال میده. درد خوب کامنت را پاک میکنه. شو آر هایت، کامنت را میخوایی که اینجا ببینی یا نبینی. اینجا که کامنت استفاده کرده شو آر هایت، شو هایت، شو آل کامنت، تمامی کامنت ها را نشان میده. نویشه هستن شو اینک، البته اگر ما اینک استفاده کرده باشیم بس برای ما اینک نشان بده نشان نده. ما در منوی فایل در اپشنز بتن پین فرم اضافه میکنیم، در کستومایز ریبون میم، بعدا در چوز کمانت آل تاب فرم میسازیم. اینجا یک تب هست به نام پینز، ادش میکنیم. البته این تب پین اضافه کردیم. زمانی که ما از لین ها مشخص در یک جایی که استفاده کنیم به خاطر مشخص ساختنشان، به خاطر نشانی که هر موقع نشانی میسازیم، مثال این موقع رو به این شکل نشانی میسازیم، بعض اوقات این پین ها استفاده میشن. در تب ریویو اگر شو اینک غیر فعال بسازیم همین پین های استفاده شده که ما استفاده کردیم برای ما نشان نمیده. اگر نیاز است که ببینه شو اینک میگیم. گروپ آخری یا تب ریویو چنجز هست، نویشه هست پروتکت شیت. اگر میخواین که این شیت موجودی تان پروتکت باشه که کسی ایدت کرده نتانه، باز مین از پروتکت شیت استفاده میکنین. و شما در منوی فایل در اینفو بس کردیم و همچنان در تابو هم پروتکت شیت بس کردیم. ما فعلا در شیت یک هستیم. اگر خواسته باشیم که در شیت یک کسی ایدت نکنه پس مین پروتکت شیت میگیم. پس سور داره که اضافه میکنین اینجا درج کنین کدام یک از کمانها یوزرها بتون استفاده کنه. هر کدام از زیره که فرم می‌سازی باز در حالت پروتکت استفاده میشه. اوکی، پسورد تکرار میکنین اوکی. ها در این شیت موجودم ادیت صورت نمیگیره. اگر در شیت بعدی میم ادیت میکنیم هیچ مشکلی نیست، ادیت کرده میتونیم. اگر شما شیت دیگه را هم پروتکت می‌سازین فقط در اون شیت میریم به چی میگیم پروتکت شیت. درست است؟ یعنی پروتکت شیت تنها به یک شیت نیست، هر قدر شیت هایی که خواسته باشین میتونیم پروتکت بسازیم. خب من گفتم ان پروتکت. بعض پروتکت شیت نمیشه سن پروتکت ورک بوک. اگر میخواین که ورک بوک شما پروتکت بسازین، البته بعضی از آپشن هایی که معمولا در تمامی
سنت مهم است، در تمامی اربوط مهم است که نباید استفاده شود. استرکچرهای مشخص غیر فعال میسازیم، اینجا پسورد اضافه کنیم، تکرار اضافه، بعدن اوکی رایت کلیک. ببینید اینزر دلیت رنیم، بسیاری از کمان ها استرکچر غیر فعال شده. این اپشن همچنان در فایل اینفو بحث کردیم. اگر میخواین که استرکچرها را در وردبوک غیر فعال بسازید، البته در وردبوک وظیفه پروتکت وردبوک هستن. نویشه هستن شیر وردبوک. اگر میخواین که وردبوک شیر بگوین، بس من شیر وردبوک استفاده میکنین. اگر کمپیوتر ها با دیگه کمپیوتر ها کنکت باشه، اینی کمپیوتر ما با دیگه کمپیوتر ها شیر باشه، اما از لحاظ دیتا، دیتای را کسی و احمد محمود میتونه استفاده کنه که ما شیر گفته باشیم. اگر میخوای که وردبوک شیر کنی که اونها هم استفاده داشته باشن، بس میگین شیر وردبوک، آپشن علاو فعال میسازین و بعدا اوکی میگین. خب شرایطش ای است که وردبوک باید ثبت شه. وقتی شما وردبوک شیر میگونین، باید وردبوک در یک جای دیگه آدرس ثبتش کنین. خب در روی صفحه من این وردبوک به نام بوکمن ثبت کردم و همچنان شیر شد. اینجا میگه بوکمن شیر، این وردبوک ما شیر شد. نمیخواین دوباره میتونه از این مواقع آپشن شیر غیر فعال بسازی، میسج یس از حالت شیرینگ بوکمن خارج شد. آپشن بعدی چی میگه؟ پروتکت اند شیر وردبوک. ما میخواییم که وردبوک ما شیر شود و پروتکت هم شود که هر کسی شیرینگ غیر فعال کرده نتانه. پس میم با پروتکت این شیر وردبوک، اینجا شیر شیرینگ ویت ترک چینجز، شیر میشه با ترک چینج. این هر تغییراتی که باز میه بس بر ما نشانه میسده. پس سوردشان چی باشه؟ تکرار میکنین اوکی بوکمند شیر شد. اینجا نویشه سن بوکمند شیر. زمانی که ما از پروتکت اند شیر وردبوک استفاده کردیم، دوباره از شیر وردبوک یک کسی نمیتونه که این وردبوک موجودی ما را از حالت شیرینگ خارج بسازه. اینجا کسی میتونه اپشن غیر فعال بسازه؟ نمیتونه. یعنی شیرینگ ما قسم شد که دیگه در شیرینگ کسی ادیت کرده نمیتونه. و جایی که ما دلیت میکنیم، ادیت میکنیم، او را مکمل باید برای ما نشانی بسازه. نمیخوای این پروتکت چی؟ پسورد اضافه میکنیم اوکی، هم وردبوک ما از حالت شیر خارج میشه و هم پروتکت شیر وردبوک غیر فعال میشه. بعد از پروتکت اند شیر وردبوک نوشته است allow user to edit change. اگر شما به هر یوزر موقعیت مشخص تعریف میکنین که دینی موقعیت ادیت کنین، غیر از اون دیگه موقعیت اجازی نیست، بس مین از پروتکت allow user to edit change استفاده میکنین. مثال اینجا جدول ما هست، ID name job salary، ID number name پوزیشنشان، معاششان، آیدی نمبر دوم، نیم، آیتین، سالری. ما از این جدول به خاطر مثال کاپی میگیریم. خب یک کمی که زوم اوت میکنیم، کاپی در این موقع پیس شود، در این موقع پیس شود. فعلا ما 3 تیبل داریم. فرض کنیم چند تیبل داریم؟ 3 تیبل. هر تیبل از یک یوزر مشخص است، از یک استفاده کننده مشخص است. پس میم در تاب ریویو، در علاوه یوزر تو ادیت رنج کلیک میکنیم، بعدا میگیم نیو. امی تایتلش چی باشه؟ رنج اول باشه احمد محمود، هر نامی رو که اضافه میکنیم، کدام سلها را برشان میخواییم، سلها را انتخاب میکنیم، پسورد چی پسورد باشه؟ مثال پسوردشان یک باشه، اوکی، تکرار میکنم، اوکی. باز میم نیو میگیم. رنج دوم اینی سه هست، پسوردشان پسورد دو، اوکی، پسورد دو، اوکی. بعد باز به نیو کلیک میکنیم. رنج سوم اینی نام اختری هست، تایتل اختری هست، مشکل نیست. اینی موقع پسوردشان مثال سی باشه، اوکی، سی باشه، اوکی. زمانی که امو به خاطر یوزرها موقعیت رو مشخص ساختیم، بعدا نمیشه سن پروتکت شیت. به پروتکت شیت زمانی که کلیک کردیم، خب اینجا چیز میگه پیس پرمیشن انفورمیشن اینفو انی ورکبوک، امی معلومات کاپی چیزا در نی ورکبوک کار کنه برشان، پیس چیزا کار کنن اگر اپشن فالش ها.
پروتکت شیت میگیم. در پروتکت شیت اینجا باید پسورد عمومی رو اضافه کنیم. این پسورد عمومی اختیاری هست. مثال 1 2 3 4. اوکی. 1 2 3 4. اوکی. حال اگر این شخص خواسته باشن اینجا ایدت کنن باید پسورد اضافه کنن. اگر این شخص خواسته باشه اینجا ایدت کنن و تنظیمات کنن داخل تیبلشان باید پسورد اضافه کنن. یعنی هر استفاده کننده در تیبل خود اول پسورد اضافه میکنن بعدا ایدت کرده میتونه. غیر صحیح خود دیگه در دیگه موقعیت هیچ کار کرده نمیتونه. هر یوزر به خود پسورد داره. پسوردشان یک این تیبل اول. بعدا نمی که پسورد اضافه کرد میتونه در موقعیت تیبل خود ایدت کنن. هر تنظیماتی را که خواسته باشد ایدیت کرده میتونند، هیچ مشکل نیستن. همین که ورکبوک کسی بگویند کلوس را کسی دیگی که داخل ورکبوک شد از اونا با هم پسورد سوال میکنند. همین که دوباره شخص باز داخل تیبل میشه و میخواهی که در تیبل خود ایدیت کنه اول باید چی را اضافه کنند؟ باید پسورد اضافه کنند و غیر صحیح تیبل خود در دیگه مواقع همچنان دسترسی نمیداشته باشه. بعدا بریویو میم. بعد از allow user to edit change، خب اگر میخوایم که این محدودیت مکمل از بین ببریم باید unprotect sheet بگیم. نوشته هستیم track changes. اگر میخوایم که از edit sheet ها از edit table با خبر شویم track changes highlight changes. بله track changes رو فعال میکنی در حالت شیرینگ معمولی استفاده میشه. اوکی. یعنی تراکچنجی که استفاده میشه ورکبوک باید شیر شد. معمولا حالت شیرینگ است یک کسی دیگه که وقتی ایدت داخل سل ها ایدت میکنه و رو مکمل هایلایت میسازه. بعد از تراکچنج هر چنجی که میه مکمل بر ما هایلایت میسازه. مثال اینی ورکبوک ما شیر گفتیم به فرمت تراکچنج شیر گفتیم. بعدا هر یوزری که داخل ورکبوک هم همیشه ایدت میکنه مکمل اون را نشانه میسازه که در کدام سلاح چی تغییرات صورت گرفته. بعدا نمی تغییراتی که اومده اکسپت یا رجکت، این دیگه باز اختیار با ما هستن که این تغییرات را که صورت گرفته یا از طریق ما یا از طریق کسی دیگه که این تغییرات صورت گرفته این تغییرات همه قبول میکنم یا رد میکنم. بعدا اکسپت و رجکت میگیم. اوکی. Accept یا Reject. Accept all یا Reject all. اگر Reject all بگیم تمامی اینتگرات رد کن. اگر نمی خواهیم که Track Change فعال باشه Highlight Changes Track Change غیر فعال می سازیم. Okay. Yes. و بگوان ما از حالت شیر خارج می شود و Track Change همچنان غیر فعال می شود. در سه امروز ما در برنامه مایکروسافت اکسل تبریفیم.